دانشیان عزیز، اول از همه سلام به همه شما. نام من آرزوم ایشیتانه. من عضو کادر علمی در دانشگاه پاموکاله، دانشکده فنی در گروه مهندسی مکانیک هستم. در این حال به عنوان هماهنگ کننده در دفتر دانشیان بین‌المللی دانشگاهمون فعالیت میکنم. دانشگاه ما از سال 2010 پذیرش دانشجو خارجی رو از خارج از کشور آغاز کرده و اکنون 1670 دانشجو به طور فعال از 63 کشور جهان داریم. ضوابط تعیین شده توسط شورای آموزش عالی مبنای پذیرش دانشجویان خارج از کشوره. آزمون‌های پذیرش دانشجو خارجی که توسط دانشگاه ما در دانشگاه‌های مختلف جهان برگزار میشه، نتایج این آزمون‌ها در درخواست‌های انجام شده به دانشگاه ما نیز پذیرفته میشه. جدای از این، مدارک تحصیلی و سایر نتایج امتحانی که معادل آن در کشور ما پذیرفته شده است نیز جزء معیار پذیرش دانشجو است. شما میتونید اطلاعات دقیق در مورد آزمون‌ها و دیپلم‌های معتبر رو در وبسایت ما دریافت کنید. در سال 2022 دانشگاه ما سه آزمون یوس، یعنی آزمون پذیرش دانشجویان خارجی را در دنیزلی، ایران و آذربایجان برگزار کردند. دانشجویانی که درخواست اونها از طریق سامان پذیرفته میشه، میتونن حداکثر 5 گروه آموزشی دانشگاه ما را در بازه‌های تعیین شده در تقویم تحصیلی انتخاب کنن. پس از اتمام مراحل ارزشیابی و فرایند تعیین، دانشجویان ما میتوانن حق ثبت نام در دانشگاه ما را کسب کنن. در هنگام ثبت نام باید مدارکی مانند مدرک دیپلم، پاسپورت، گواهی معادل‌سازی و اقامتگاه که به طور کامل در سایت خود مشخص کرده ایم برای ما آورده شود. پس از ثبت نام، دانشجویان ما که حق ثبت نام در گروه‌های 100% ترکیه ما را دارند، در صورتی که در سطح B1 یا C1 مهارت ندارند، به مدت 1 سال در مرکز آموزش و تحقیقات زبان در دانشگاه ما آموزش ترکی را می‌گذرانند. پس از دریافت مدارک مربوطه می‌توانند در گروه‌های خود آغاز به تحصیل کرده و از واحدهای خود دروسی را انتخاب کنند. همچنین برای گروه‌های ما با 30% و 100% انگلیسی آموزش مقدماتی در آموزشگاه عالی زبان‌های خارجی در دانشگاه ما ارائه میشه. دانشجویان ما که در سطوح B1 و B2 مهارت زبان ترکی دارند، باید قبل از فارغ‌التحصیلی سطح C1 را تکمیل کنند. دانشجویان ما که در دانشگاه ما به عنوان دانشجویان خارجی ثبت‌نام می‌کنند و حق انتقال به گروه خود را دارند، می‌توانند از برنامه تبادل دانشجو اراسموس پلاس و فارابی که در ترکیه در داخل کشور انجام میشه بهره‌مند شوند. شهریه دانشکده‌ها و دانشکده‌های داخل دانشگاه ما به صورت فصلی و سالانه برای دانشجویان خارجی در سال جدید تعیین میشه. بر اساس برنامه این هزینه‌ها ممکنه بسته به گروه‌هایی که دانشجویان ما ترجیح می‌دهند و در آنها قرار می‌گیرند متفاوت باشه. برای دانشکده‌ها و گروه‌های دانشگاهی ما شهریه سال آینده به صورت سالانه و به صورت ترم همراه با سال جدید تعیین میشه. در سال آینده نیز این ارقام با اندک افزایش ادامه داره. دانشجویان ما این فرصت رو دارن که در بسیاری از مسابقات که توسط دانشجویان دانشگاه ما با تعداد زیادی از انجمن‌های دانشجویی ما با تیم‌های رقابتی متعدد، چه در جشنواره‌های بهاری و چه در کشور ما و در سراسر جهان برگزار می‌شود، شرکت کنند. میتونم بگم دانشگاه ما به خصوص در مسابقات فناوری در سطح بسیار بالای قرار داره. دانشجویان ما که از خارج از کشور میان نیز میتونن خیلی راحت به این تیم‌ها، این انجمن‌ها و سازمان‌ها بپیوندن و عضو شوند و این افتخار را با ما تجربه کنند. محوطه دانشگاه ما با شهر در هم تنیده شده است و فرصت‌های اقامتی زیادی برای دانشجویان ما در اطراف محوطه دانشگاه وجود داره. ما به عنوان هماهنگ کننده بین‌المللی دانشجوی دانشگاه پاموکاله در تمام مشکلات دانشجویان خود از ابتدای درخواست تا ثبت نام و همچنین پس از اتمام ثبت نام تا فارغ‌التحصیلی در کنار دانشجویان هستیم. ما به دانشجویان خود حمایت لازم را ارائه میدیم. برای همه دوستانی که در آزمون پذیرش دانشجو شرکت میکنند آرزوی موفقیت دارم. منتظر شما در دنیزلی، جایی که پاموکاله در آن قرار داره و در جهان بی‌نظیر است، هستیم.